سلام بینندگان عزیز با در یک دیگر در خدمت شما هستم اصر روز چهارشنبه وحوش بسیجی مقتداست در نجف در میدان اعتصاب با گلوله های جنگی به قیام کنندگان حمله کردند آنها چادرهای اعتصاب کنندگان را به آتش کشیدند در این حمله حداقل شش تن کشته و تعدادی مجروح شدند یکی از تظاهر کنندگان فریاد میزد آنها مانند شمر که خیمه های امام حسین را به آتش کشید خيمه ما را به آتش کشیدند اللي اليوم بساحة الصدرين مثل ما سوى الشمر بخيام الحسين مثل <خصوص> ما <صوته> سوى الشمر بخيام الحسين جماعه السيد مقتدى جماعه السيد مقتدى اللي سويتوه <سحب> اليوم بساحة الصدرين مثل ما سوى الشمر بخيام الحسين <صوت> سويت الهوره گزارش داد. اسنادی که شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران از سپاه پاسداران به دست آوردند در برگیرنده اسامی 32 هزار تن از فرماندهان ارشد شبه نظامی و گروهی از شخصیت هایی است که مستقیما از رژیم ایران حقوق میگیرند بسیاری از کسانی که در لیست حقوق ایران رژیم ایران در عراق هستند از نفوذ زیادی در ارگان های دولتی عراق به خصوص ارگان های امنیتی برخوردار هستند علها <applause> افزود، <الحور> مهدی البیاتی منصب وزارت حقوق بشر را در دولت حیدر عبادی بر عهده داشت او برای سالهای طولانی در سپاه پاسداران بود و در عملیات علیه مجادین خلق دست داشت و در لیست حقوق بگیران از سپاه پاسداران و از اعضای سپاه بدر است ولی فقی ارتجار روز چهارشنبه در اعترافی ناگزیر به شنیدن صدای قیام مردم و دانشجویان دانشجویان به پاخواسته در قیام دی 98 که شخص خامنه ای را هدف شعارهای کوبنده خود قرار دادند با سخافت گفت ممکن است کسی از من خوشش نیاید ولی برای امنیت هم که شده باید پای صندوق رای بیایید رهبر انقلاب با دعوت همگانی از مردم برای شرکت در انتخابات افسودند ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد باید به پای صندوق رأی بیاید بنابراین هر کس به ایران علاقه است امنیت کشور حل شدن مشکلات و گردش صحیح نخبگانی را دوست دارد در انتخابات شرکت کند خب گرفتاری هایی وجود داره در کشور خود اونها هم میدانند این تحریم های اونا به اضافه بعضی از کمکاری هایی که خود ما داریم مشکلاتی برای مردم درست کرده گلایه های مردم دارن با وجود این چون پای انتخابات در میانه است چون پای آبروی نظام در میانه است چون پای امنیت کشور در میانه مردم میان توی میدان خانم مریم رجوی بالا گرفتن بحران و شقه در رأس نظام بر سر نمایش انتخابات را نمود بارز دیگری از بنبست مرگبار رژیم آخوندی دانست و گفت رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی بالا گرفتن بحران و شقه در رأس نظام بر سر نمایش انتخابات را نمود بارز دیگری از بنبست مرگبار رژیم آخوندی دانست و گفت قلع و غم کامل کاندیداهای باند مقلوب نظام ولایت فقیه نشانه روشنی از انقباز ناگزیر دیکتاتوری دینی در برابر قیام های مردمی و بحران سرنگونی است. خانم رجوی تأکید کرد مردم ایران که رأی واقعی خود را در قیام های آبان و دی با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه ابراز کردند انتخابات نامشروع مجلس آخوندها را بسا بیشتر از گذشته تحریم می کنند بایکوت این انتخابات یک فریزه ملی و پیمان ملت ایران با کهکشان شهیدان مردم ایران به ویژه 1500 شهید قیام آبان و اقتضای خواستهای مردم و دانشجویان به پا خواسته در قیام دیماه ماه 98 برای سرنگونی تمامیت رژیم نامشروع ولایت فقیه است. همان مردم و دانشجویانی که با فریادهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر ستمگر چه شاه و چه رهبر نشان دادند که خواستار آینده ای بدون شیخ و شاه و مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم هستند. تونی بلر نخست وزیر سابق انگلستان تی مصاحبه ای درباره وضعیت رژیم آخوندی گفت سال گذشته ما شاهد 60 درصد افت ارزش پول ایران انقباض تولید ناخالص ملی و تظاهرات هایی بوده ایم که نه فقط اقتصاد رژیم بلکه موجودیت مستبدانه آن را هدف قرار داده و بقای آن را با مشکل مواجه کرده است وی افزود رژیم ایران به لحاظ داخلی ضرب پذیر است کشته شدن قاسم سلیمانی این رژیم را I think its wisdom in the end will be judged by whether it's part of a strategy and not simply an isolated act. So I don't I mean from the, the study I have done of everything that Soleimani uh, has, has, um, has contributed to it in his life, I can't, I can't disagree with the, the idea of. I think its wisdom in the end will be judged by whether it's part of a strategy and not simply an isolated act. So I don't, I mean. <laughs>